گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر رژیم ایران در پاسخ به اعتراضات آبانماه 1500 تن از شرکت کنندگان در تظاهرات را کشت وزارت خارجه آمریکا روز 11 مارس 20 اسفند گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در کشورها را منتشر کرد در بخشی از این گزارش درباره موارد نقص حقوق بشر توسط دیکتاتوری آخوندی به این موارد اشاره شده است. اعدام های مقایر با موازین بین المللی و بدون محاکمه عادلانه که شامل اعدام کودکان می شود. قتل های خودسرانه، ناپدید شدگی اجباری، شکنجه توسط عوامل حکومتی، بازداشت و حبس های خودسرانه. محدودیت شدید آزادی بیان و مطبوعات و اینترنت از جمله اعمال خشونت علیه روزنامه نگاران و سانسور و بستن سایت ها. فساد گسترده در تمامی سطوح حکومتی. سربازگیری غیرقانونی کودکان توسط عوامل حکومتی برای حمایت از رژیم اسد در سوریه. خشونت علیه اقلیت‌های قومی، اعمال محدودیت سخت علیه حقوق زنان و اقلیت‌ها. وزارت خارجه آمریکا درباره اقدامات سرکوب نویسد رژیم ایران در پاسخ به اعتراضات گسترده در 15 نوامبر 24 آبان 98 که پس از افزایش قیمت سوخت آغاز شد تقریبا تمامی ارتباطات جهانی و محلی اینترنت را به مدت یک هفته قطع کرد نیروهای امنیتی رژیم از نیروی مرگبار استفاده کردند تا به اعتراضات پایان دهند آنها حدود 1500 نفر از اعتراض کنندگان را کشتند و هیچ علائمی وجود ندارد که نهادهای حکومتی تحقیقات مستقل یا بیطرفانه ای درباره اعتراض کنندگانی که کشته شدند انجام دهند. کارگزاران رژیم ایران برای مقابله با تظاهرکنندگان کنندگان از سلاحهای جنگی، آب پاش، گاز اشکاور و تکتیرانداز استفاده کردند. در ماه نیروهای سپاه پاسداران بیش از 100 تن از مردم معترض را که در نیزاری پناه گرفته بودند کشتند. همچنین در طول سال مواردی از قتلهای مشکوک تظاهرکنندگان کنندگان به دنبال ضرب و شتم آنها توسط نیروهای امنیتی یا به دنبال بازداشت آنها گزارش شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید ناظران بین المللی گزارش می کنند دادگاه ها همچنان به صدور حکم اعدام مشغولند در حالی که محاکمه ها روند قانونی خود را طی نمی کنند فعالین سازمان های حقوق بشری می گویند حکومت شمار دقیق زندانیان اعدام شده را اعلام نمی کند و حدود 60 درصد اعدام ها مخفیانه صورت می گیرد. کودکان برای ارتکاب جرائمی که قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مرتکب شده هند اعدام می شوند. در ماه مه گذشته متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش کردند نزدیک به 90 نفر که هنگام ارتکاب جرم سنشان سن زیر 18 سال بوده است در نوبت اعدام قرار دارند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در ایران با اشاره به دخالت‌های جنایتکارانه رژیم در سوریه، اراق و یمن می‌افزاید مقامات حکومت ایران با حمایت نظامی از بشار اسد و حزب الله در سوریه، نیروهای مسلح طرفدار رژیم در عراق، حمایت از حوسی که زیرساخت های شهری و شهروندان در عربستان و یمن را هدف قرار دادند، به طور مادی نقض حقوق بشر در این کشورها را افزایش دادند. وزیر خارجه آمریکا هنگام انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر به قیام آبان ماه 98 ایران اشاره کرد و گفت نقض حقوق بشر در ایران امری رایج است. 19 آذر من درباره پویا بختیاری صحبت کردم. او یکی از صدها هزار ایرانی بود که پاییز گذشته علیه رژیم اعتراض کرد. پویا به ضرب گلوله نیروهای امنیتی به سرش کشته شد. از زمان سخنرانی من در سه ماه پیش رژیم خانواده آنها را از حق ازاداری برای پویا محروم کرده و پدر و مادر و بستگان او را دستگیر کردند